سناتور جمهوری خواه لینزی گرام متحد برجسته پرزیدنت ترامپ پیشنهاد اخیرش برای ایجاد تحولی در روابط امنیتی آمریکا اسرائیل را بست داده است. سناتور گرام در جلسه‌ای در واشنگتن گفت پیشنهادش برای یک پیمان دفاعی مشترک آمریکا اسرائیل ارسال پیامی قدرتمند به ایران است که اسرائیل را تهدید به نابودی کرده است. گزارش مایکل لیپین خبرنگار صدای آمریکا آوی جزئیات بیشتری است. سناتور جمهوری خواه لینزی گرام شب گذشته میهمان افتخاری مراسم شامی در یک مؤسسه تحقیقاتی هوادار اسرائیل در واشنگتن بود. او در سخنرانی خود در بنیاد برای حقیقت خاورمیانه درباره پیشنهاد اخیرش برای یک پیمان مشترک دفاعی بین آمریکا و اسرائیل با هدف تقویت اتحاد بین دو کشور توضیحات بیشتری داد. پیام روشن به ایران و دیگران این است که اگر هدفتان نابود ساختن اسرائیل است، تحقق آن به معنای نابودی شماست. میخواهم آیت الله خامنه ای بداند که هر موشکی که از لبنان پرتاب شود، هر حمله ای که از لبنان یا غزه با الهام از ایران علیه اسرائیل انجام شود، ما شما را مسئول میدانیم. سناتور گرام گفت پیمان دفاعی پیشنهادیش مشابه پیمان آمریکا با متحدان ناتو خواهد بود که آمریکا را متعهد می‌کند در صورتی که مورد حمله قرار گیرند به دفاع از آنها اقدام کند. آقای گرام پس از سخنرانی به صدای آمریکا گفت پیشنهادش بخشی از تعهد همیشگی او به روابط آمریکا و اسرائیل است. اسرائیل در جایی که تروریست فزونی می‌گیرد، قابل اتکاترین دموکراسی است. تبادل اطلاعات با اسرائیل ما را امن نگه می‌دارد. ما از توسعه فناوری نظامی آنها بهره می‌گیریم. و من می‌خواهم ایران و دیگران که شعار مرگ بر اسرائیل می‌دهند، بدانند تلاش برای تحقق این شعار به نابودی خودشان منجر می‌شود. این گونه جهان امن‌تر می‌شود. هر مسلمان معتدلی از این استقبال خواهد کرد. زیرا اگر هدف شما نابودی اسرائیل باشد، ما با شما مقابله می‌کنیم. اگر هدفتان همکاری با اسرائیل برای صلح باشد، ما از شما حمایت می‌کنیم. آقای گرام گفت می‌خواهد سنا سال آینده به پیمان دفاع مشترک آمریکا اسرائیل رأی دهد. لی زلدن، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، دیگر میهمان افتخاری در مراسم دیشب گفت می‌خواهد درباره پیشنهاد گرام بیشتر بداند. می‌خوام با او در این باره صحبت کنم. هنوز با او در این باره حرف نزدم، اما مطمئناً این کار را خواهم کرد. سیاستگزاران آمریکایی اسرائیلی در چند دهه گذشته درباره پیمان دفاع مشترک بین دو کشور تبادل نظر کردند. برخی از منتقدان میگویند چنین پیمانی لازم نیست، زیرا آمریکا همواره چند میلیارد دلار سالانه کمک‌های نظامی در اختیار اسرائیل قرار داده است. گزارش مایکل لیپین، صدای آمریکا.